نام یاد خدا برنده های عزیز، سلام بر شما. امیدوارم جور صحتمند و سری حال باشین، لباس عافیت بر تن داشته باشین، شامتان بخیر. وطنداران عزیز، چی در داخل و چی در خارج از کشور قرار دارین، از جان دل پول سوخته کارش تقریبا تمام شد. معتادین که قبلا انتقال یافت، حالا قسمی که به تصویر میبینین ماشاءالله پول سوخته زیبایی خاص خود را به خود گرفته. برادر عزیز سلام. جولی استاد تشکر خیلی. تشکر، سلامت باشین، شامتان بخیر باشه. برادر عزیز، اینجا چطور آمدی؟ امروز برای سیل کردن امی پول سوخته آمدی. بسیار خوب، بسیار خوب. خبر شده که پول سوخته ماشاءالله بسیار زیاد خوب جور شده آمدی. او دادی از خبر سوی پول سوخته نوی جور سوی ده و پیوانه وی بنای زن تغاره کردی نو دیگه دی سیل دی پر مگم رالو ترسو در صحب و وینست سرکم جور سوید. بسیار خوب. چی تغییرات آمده؟ ما کسی موی دلتا راتلو کلا دلتا با یو بدبایی و یو چرتل صاحب و اولادی سبا مونگ نپرد کهو و سموی دی صاحب ترازو موی یو دی خوشحالی احساس کهو او دلتا دی موی دی خپل صحت دی آرامتیا دی پارا رازو سی دی صاحب چخست لیدان وکر. ماشاءالله. مسئولیت شهروندان و وطنداران در خصوص پاکی و سترگی ای ساحه و امکاناتی که در اینجا به کار برده شده چگونه حفظ و مراقبت کنند چی است؟ در طول اوسیدون که در شهر در مسئولیت ده سی در دیه ساحه که حفاظت وکوی او در ساحه شوساتی او پا در یواز در شهروالی مسئولیت نده سی آغا در شهر جور که وی ساتی، بلکه مقتاسی زوانان او د دې شهر اوسیدون کې باید له شهروالي سره همکار ووسو ترڅو دا ساحه سرسبزه وګرځيږي او دا ساحه موږ تاسو پاکه او ستره وساتو. بسیار خوب. به عنوان سوال اخیر، پیشنهادتان به شهروالي چی است؟ د شهروالي سره زموږ دا غوښتنه ده چې دغسې اقدامات لکه دا اوسې کوي نور هم دغو ته توجه زیاته کړي او داسې کارونه چې د هغه د ولس زړونه لاسته راوړلی شي زیات کړي او له خلکو سره په دې برخه کې زیات خدمت خلکو ته وکوي. بخیر، سلامت باشی برادر. بخیر باشی برادر عزیز. سلام. سلام، شامتان بخیر باشه. همچنان از شما. چطور هستین؟ الحمدلله زنده باشین. سلام، بخیر باشین. اینجا چطور آمدین؟ بیکار بودین امروز دیگه؟ نه بیکار نبودیم، ولی خدا فارغ کرد آمدیم دیگه. حتما از جای شنیده بودین که پول سوخته به پول خوشبختی و آرامش تبدیل شده، آمدین اینجا؟ الحمدلله از کسی خبر نشدیم، خودم الانن چند شبی پیش آمده با چشمای خودم دیدم زیباییاش و امشب باعث شد که باز دوباره اینجا بیاییم. بسیار خوب. چی تغییرات آمده در اینجا؟ الحمدلله تغییراتی چشمگیری در اینجا آمده که یک جایی که مثلا معتادین باشه و کثافات باشه و تبدیل شدنش به این قسم یک جایی، فکر بکن که فرق مثل آسمان و زمین. دقیقا برادری عزیز، دقیقا. خب، میزان رضایتمندی شهروندان شخصا خودتان از کار شهرداری کابل چگونه است؟ اولا شخصا نظر خود ما که از خیلی خوب است که ما میگم که این قسم گام ها خیلی عالی است به خاطر ساخته شدن افغانستان و همچنان به خاطر ایجاد شدن کاروبار برای فقرا و مساکین و کارگرا و کم شدن فقر و بیچارگی از افغانستان گامی مثبتی را دارد. دقیقاً. خب، حالا مسئولیت شهروندان در خصوص حفظ و نگهداری از این ساحه چی است؟ اول باید کثافات و اشغالشان را مثلا حتی یک قوطی آب معدنی را که آبش می خورن باید در روی در اینجا نندازن. باید ببرن با دستای خودشان در سطل اشغال بندازه که تا زمانی که شهر ما اگر پاک باشه این نشان تمدن ماست. اگر ما که مثلا اشغالی را بندازیم روی سرک، اگر به خود ما ای وجدان نتیم که ای شهر ما کثیف میشه، ای نشانگر ای است که ما چندان شخصیتی نداریم. پایتخت افغانستان که است در جهان کثیف‌ترین پایتخت شمرده شده. چرا؟ به خاطر از اینکه یکی از به شخصیتی ما و شما افغان ها را ثابت میکنه. پس بیاییم تغییر بکنیم، وقتی تغییر است. بیاین شهر خود پاک بکنیم و خود را در جهان به حیث یک انسان تمدن و مردم های متمدن مشهور بسازیم. ماشاءالله، ماشاءالله. بهترین پیام، پیام عالی، پیام ارزشمند. انشاءالله خداوند شما را حفظ داشته باشه برادر عزیز. تمام تک تک هموطنای ما را و همچنان تمام معتادینی هم که معتاد شدن کلشان با صحت کامل در پهلوی ما و با آرامش کامل
پیش ما داشتم. دقیقاً یک پیام برای معتادین دارم ای است که معتادین بیاین برگردین. انسان همیشه در حال تغییر است، مثل که پول سوخته تغییر کرد اونا هم تغییر میکنن. ماشاءالله مثل که پول سوخته به پول خوشبختی یا پول سعادتمندی تبدیل میشه، معتادین هم بالاخره شفایاب میشه، ان شاء الله به کار و بار مصرفیتشان به خانهشان برمیگرده. بله، به خیر و سلامتی. پول تمدن و خوشحالی. ماشاءالله. سلام برادر عزیز، چه حال احوال؟ بخیر باشه. شامتون بخیر باشه. بخیر باشین. سلام. بخیر سلامت باشین. این برادر عزیز پول سوختم جور شد ها؟ خیلی کار. ايش فکرش میکردی؟ نه خیر. ايش حتی تصورش هم نمیشد که پول سوخته به زیبایی و مثلا به شکلی که طرحش دادن و جور کردن، حتی تصورش هم نمیشد که به شکل جور شد که خیلی مقبول و زیبا ساخته شده. از این ساحه یکی خوب با ناامیدی آدم عبور میکرد، در پهلوی از او یک قسم بویم بود و بعض اوقات کم و زیر پل هم آدم میدید، اکثر نمی سرای پل هم محوطه کرده بود، پودریا خیلی زیاد شده بود، حتی از سرای پل و اینا آدم که میدید یک قسم از زندگی به که ناامید میشد. خیلی جوانای که میدیدیشون تنه و توشهشان و قوارهشان و اکثرشان با سوادم بودن، وقتی که آدم میدید واقعا جگرخون میشد. یعنی دو کار مهم اینجا صورت گرفت، یکی کمی معتادین مواد مخدر انتقال یافت، اینا به حساب زیر تداوی قرار گرفت. دقیقا. و دیگری که در امی ساحه که واقعا خیلی یک ساحه ناامید کننده بود، این تبدیل شد به یک ساحه آرامش، با یک ساحه که احساس آسایش، احساس آرامش میکنه شخص. دقیقاً. در واقع خب حالا برادر عزیز پول سوخته جور شد، رنگ آمیزی شد، همه چیز روبراه است. حالا مسئولیت شهروندان گرامی چگونه است در خصوص حفظ و مراقبت و نگهداری امکاناتی که در اینجا به کار برده شده؟ در اصل هر شهروند اگر همون نظافت هم مثلا در خانه خود مراحت میکنه، درست؟ ما اگر بر طفل خود چیز را میاموزیم در باره می نزاکت های اجتماعی، نزاکت های زندگی که در بین جامعه ما زندگی میکنیم، باید همون کار ما در شهر خودم بکنیم، خصوصا در اینطور جایی که عبور و مرور خیلی زیاد است و در اینجا هر کدام ما مسئولیت به نگهداری و حفظ ازی داریم. باید اگر کسی در اینجا اشغال مندازه، ما خود ما شخصا خود جوان ها ممانعت کنند، کسی میگیره نوشته میکنه، کسی سنگ را میکنه، کسی را ببینه بیادر آینه را میکنه، باید تمام جوان ها دست به هم بتن، دست به دست بشون و با هم متفق باشن. اگه یک نفر صدای خودم میکشه، کسی دیگه هم در پهلوش ساد شون دفاع کنه از محیط خود، از محیط زیست خود دفاع کنه. ما شخصا خود ما خود چون خانه من اینجا شاهد هستیم که بده ها بار شاروالی کابل ساخته، شاروالی کابل آمده درخت شانده، ولی ما حفظ نکردیم، ما او را نگهداری نکردیم. خود مردم باید متحد شون. اگر شهر ما پاک باشه، خود طبعا خانه ما هم پاک است دیگه. شهر پاک نماینگر یک فرهنگ خوب است. در هر جایی که میبینی شهرشان پاک است، مثلا بازارهایشان آباد است، تو فکر میکنی که مردم خیلی با فرهنگ است، ولی شهر که پاک نباشه و ما خود ما خود اینجا کس دیگه زندگی نمی کنیم، ما شما هستیم که زندگی میکنیم. هر کدام اگر چیز میخوریم پست شده روی سرک مندازیم. چرا؟ مگه می شهر ما نیست؟ چرا وقتی که یک جوان ما میره در اروپا تمام قوانین از اونا را رعایت میکنه، ولی در شهر خود اگر ما قوانین را رعایت کنن اینجا اروپا میشه، این ضرورت نیست که ما به اروپا سفر کنیم یا بریم. یعنی اصل مطلب اشاره کردین، یک زمانی بر یک دقیقه هم نمیتونستی که در امی ساحه سایست، در امی صاحب بنشینی یا توقف کنی یا یکی عکس یادگاری بگیری. دقیقاً. حال گپ به جای رسیده که عکس یادگاری میگیری و ساعتها در اینجا توقف میکنی و لذت میبری. لذت میبری دقیقاً. نه واقعاً خیلی زیبا شده. خود توجه تمام همشهری ها را تمام همشهری ها را میخواهیم. انشالله. برادر عزیز پیام شما یا پیشنهاد شما به شهرداری کابل چی است؟ پیشنهاد ما به شهرداری کابل، شهرداری کابل همین فعلا که فعالیت میکنه، فعالیت چونه ما خود ما زیر نظرم خود چون جوان هستیم در این ساحه کارم میکنیم، کسب کار ما هم در این ساحه است، فعالیت از اینا خیلی خوب است. از این هم کرده دیگه هم فعالتر شون خیلی خوب میشه. انشالله. بخیر سلامت باشی برادر. انشالله که در راستای کارت موفق و معید باشی. خب هموطنان عزیز و دوست داشتنی، قسمی که مصاحبه ما را با شهروندان گرامی شنیدون و دیدین،
همه تاکید بر این داشتن که در خصوص حفظ و مراقبت از ساحه پلی سوخته خیلی ها تلاش کنیم، خیلی ها جدی باشیم، فرهنگ شهرنشینی را بیشتر رعایت بکنیم، کوشش صورت بگیره که حالا به همین شکلی که فعلا آماده شده، به همین شکلی که فعلا تنظیم تکمیل شده از لحاظ رنگ‌آمیزی و از لحاظ نظافت حفظ شوه و همه مسئولیت خیش را انجام بدیم. تشکر از همراهی همیشگی شما از زان بریننده و شنونده. تا برنامه های بعدی، خدا حافظ. یار و نگهدارتان، روز روزگارتان خوش باد انشالله.